میدونستید با هر بار خاموش روشن کردن صفحه گوشیتون میتونید یه بک‌گراند جدید و متفاوت روی گوشیتون داشته باشید؟ منظورم اینه که هر بار پاور گوشیتون رو فشار میدین یه عکس جدید روی صفحه‌تون دارین. روی صفحه موبایلمون دستمون رو نگه میداریم، از قسمت مثبت پایین فوتوشاپل رو انتخاب میکنیم و میریم قسمت سلکت فوتو منوالی رو انتخاب میکنیم. میتونیم هر چند تا عکس که دوست داریم رو انتخاب بکنیم که این عکس ها بیان روی صفحه ما و هر سری عوض بشن. اد رو میزنیم. حالا از این پایین گزینه آنلاک رو انتخاب میکنیم و اد رو میزنیم. حالا هر بار خاموش روشن میکنیم یک عکس جدید روی گوشیمون داریم. باورتون میشه با صفحه خاموش گوشی میتونید فیلم برداری بکنید؟ یعنی هیچ کس نفهمه شما دارین فیلم میگیرین چون صفحه گوشیتون خاموشه. این کجا به درد میخوره؟ وقتی که قراره یه تایم لپس بگیریم یا یه ویدئویی بگیریم که 2-3 ساعت ضبطش طول میکشه. پس میتونیم صفحه موبایلمون رو خاموش کنیم و گوشیمون در حال فیلم برداری باشه. بریم ببینیم که چطوری میشه این کار انجام داد. از قسمت ستینگ اکسسیبیلیتی گاید اکسس رو روشن میکنیم. بعد تو قسمت اکسسیبیلیتی شورتکات وایس اوور رو انتخاب میکنیم. میریم توی دوربین موبایلمون ویدئو رو انتخاب میکنیم و میریم صدای گوشیمون رو تا آخر کم میکنیم. سه بار دکمه پاور گوشیمون رو پشت سر هم میزنیم. وایس اوور رو انتخاب میکنیم و حالا دو بار روی دکمه ضبط ویدئو میزنیم. از اون بالا میبینیم که ویدئوی ما در حال ضبط شدنه. برای خاموش کردن صفحه با 3 تا انگشت 3 تا ضربه روی صفحه میزنیم. حالا برای روشن کردن صفحه موبایلمون با 3 تا انگشت 3 تا ضربه روی صفحه میزنیم. میبینیم که همچنان در حال ضبط ویدئو هست و برای خاموش کردن و قطع کردن ضبطمون 3 بار دکمه پاور رو فشار میدیم، وایس اوور رو انتخاب میکنیم و 2 تا کلیک میکنیم روی وایس اوور. برای همه اونایی که همیشه حافظه موبایلشون پره، دوست ندارن هیچ عکس و فیلمیشون رو حذف بکنن ولی حافظه‌شون خالی بشه، یه خبر خوب دارم و چند تا ترفند. تا آخر ویدیو همراه من باشین. توی تنظیمات گوشیمون از قسمت جنرال میریم استوریج رو انتخاب میکنیم. اینجا توی آیفون استوریج میتونیم ببینیم که کدوم اپلیکیشن ها بیشترین فضا از گوشی ما رو اشغال کردن. از قسمت ریسنتلی دیلیت عکس هایی که قبلا از گوشیمون پاک کردیم رو اینجا هم دوباره پاک میکنیم. دوباره برمیگردیم توی جنرال، سافاری، ادوانس، از اون پایین وبسایت دیتا رو انتخاب میکنیم و دوباره میریم پایین و گزینه ریموو آل وبسایت دیتا رو پاک میکنیم. بعد میریم توی تلگرام قسمت ستینگ دیتا ان استوریج رو انتخاب میکنیم و کلیر کش رو میزنیم. یادتون باشه که اینجوری تمام چیزهایی که توی تلگرام دانلود کردین رو پاک میکنید و اگر دوست داشته باشین دوباره اونجا هستن و میتونین برین دانلودشون کنین. بعد میریم توی اینشات، اپلیکیشنی که من باهاش خیلی ویدیو درست میکنم، روی ویدیو میزنیم. میبینیم که من 85 تا ویدیو درست کردم و توی حافظه اینشات من سیو شده. گزینه سلکت آل رو میزنیم و تمام اینها رو از توی حافظه پاک میکنیم. با آیفون دیگه نباید عکس معمولی گرفت. برای گرفتن یه عکس خوب باید برین قسمت پورتره 2X رو انتخاب کنید و گزینه F رو از اون بالا انتخاب کنید و بذاریدش روی کمترین مقدارش. عکسمون رو میگیریم و میریم توی گالری برای ادیت کردنش. توی گالریمون از قسمت ادیت میریم اون پایین مکعب رو انتخاب میکنیم و میذاریمش روی استودیو لایت. بریلیانس، کانتراست، وایبرنس رو اونقدی که به عکستون میاد و نیاز هست زیادش میکنید. وینیت رو یکم زیاد میکنیم چون میخوایم دور عکس رو تاریک کنیم و تمرکز اصلی روی سوژه یا صورت سوژمون باشه. و این شد نتیجه نهایی عکسمون. خیلی میپرسید ما آیفون خریدیم، هزینه کردیم ولی نمیتونیم عکس خیلی خوبی بگیریم، چرا عکسای تو بابان ما خیلی فرق داره؟ برای گرفتن یه عکس درست و اینکه بدونیم از اکثر قابلیت‌های گوشی داریم درست استفاده میکنیم، تنظیمات دوربین گوشیمون درسته، این ویدیو رو ببینید، تنظیمات دوربین گوشیتون رو درست کنید تا بتونید عکسای خیلی خوشگلی بگیرید. اگر که گوشی آیفون دارین این چند تا کاری که میگم رو حتما انجام بدین، برای اینترنتش، برای سرعتش و برای حافظش.
توی تنظیمات گوشیمون میریم قسمت جنرال، سافت‌ور آپدیت رو انتخاب میکنیم و اینجا اتوماتیک آپدیت رو آف میکنیم و هر وقت که لازم داشتیم خودمون میایم به صورت دستی گوشیمون رو آپدیت میکنیم. توی قسمت تنظیمات روی عکسمون کلیک میکنیم، روی آیکلاود گزینه شو آل رو انتخاب میکنیم. اینجا تمام این اپلیکیشن هایی که میبینیم با آیکلاود شما سینک هستن. اگر حس میکنید که روزانه از این برنامه ها استفاده نمیکنید، هر کدومشون رو دونه دونه آف کنید. با این کار گوشیتون دیگه کند نمیشه. توی تنظیمات گزینه سلولار رو انتخاب میکنیم و اونجا اون پایین میبینیم که یک عالم اپلیکیشن هستن که دارن از اینترنت خط شما روزانه استفاده میکنن. هر کدوم رو که احساس میکنید نیازی نیست از اینترنت خط شما استفاده کنن رو آف کنید. کار بعدی که میکنیم توی قسمت فوتوز میریم سلولار دیتا رو انتخاب میکنیم و گزینه آن لیمیتد آپدیت رو خاموش میکنیم. با این کار فقط زمانی عکس ها توی آیکلاودمون آپلود میشه که به وای فای وصل باشیم. بعضی وقتا یه عکسمون رو ادیت کردیم خیلی خوشگل شده و دوست داریم بقیه عکسامون هم مثل همون ادیت بشه. بریم ببینیم که چطوری میشه یه عکس رو ادیت کرد و اون ادیت رو گذاشت رو عکس‌های دیگه‌مون. توی گالریمون عکسمون رو انتخاب میکنیم و از اون بالا گزینه ادیت رو میزنیم. با توجه به سلیقه و نظر خودمون عکسمون رو هر جور که دوست داریم ادیت میکنیم. میتونیم سیاه‌سفیدش بکنیم، رنگش رو آفتابی، مهتابی، روشن، تیره، هر جوری که دوست دارید ادیت کنید. ادیتمون که تموم شد گزینه دان رو انتخاب میکنیم. از اون بالا سه نقطه رو انتخاب میکنیم. تو منوی باز شده گزینه کپی ادیت رو انتخاب میکنیم. حالا عکسایی که دوست داریم مثل همون عکس قبلی که ادیت کردیم عین اونها ادیت بشه رو انتخاب میکنیم. از اون پایین سه نقطه رو انتخاب میکنیم، گزینه پیست ادیت رو میزنیم. اینجوری میشه که یک عالمه عکس یهویی در چند ثانیه با هم ادیت میشن. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. کامنت یادتون نره چون که همه رو میخونم و جواب میدم. بای. یه ترفند جذاب برای مسیج دادن به دوستامون. میریم توی قسمتی که قراره به دوستامون مسیج بدیم. اون پایین گزینه دوربین انتخاب میکنیم و میاریم روی خودمون، روی دوربین سلفی سمت خودمون. این علامت ستاره پایین رو انتخاب میکنیم و از اون پایین قسمت کامیکا، تصویرا، اموجیایی که قبلا ساختیم و خودمون رو معرفی کردیم و انتخاب میکنیم. اینجوری تصویر من اومد و ضبط در رو میزنیم. حالا میخوایم یه ویدیو ضبط کنیم و برای دوستمون بفرستیم. بریم ببینیم چیکار میکنیم. سلام، چطوری؟ خوبی؟ دلم برات تنگ شده، زود زود بیا ببینمت. خب حالا میتونیم پلی کنیم ببینیم ویدئویی که ضبط کردیم و حالا دان رو میزنیم. فقط کافیه که سند رو بزنید و این ویدئو رو برای دوستتون بفرستین. مرسی که تا آخر ویدئو همراه من بودین. تا یه ویدئو دیگه، بای. اگر که میخواین با گوشیتون از آپشن پورتری استفاده کنید و عکس خیلی خوشگل و حرفه‌ای بگیرین، بیاین که بهتون بگم باید چیکار کنین. عکسی که روی حالت پورتری گوشیمون گرفتیم رو باز میکنیم، از اون بالا گزینه ادیت رو انتخاب میکنیم و بعد از اون میره سراغ گزینه F رو انتخاب میکنیم. از این پایین روی نوار اگر F رو بیاریم به سمت راست، بک‌گراند پشت سرتون واضح میشه برای دیدن و پشت سرتون دیگه تار نیست. و اگر که این نوار رو به سمت چپ ببرید، پشت سرتون تار میشه. یعنی این آپشن بعد از اینکه عکس پورتری رو گرفتیم میتونیم بیاید اینجا ادیتش بکنید و ازش استفاده بکنید. نکته مهم اینجاست که حتما عکس رو حالت پورتری بگیرید و بعد بیاین توی گالری و ادیتش کنید و دیگه لازم نیست وقتی که دارین عکس پورتری میگیرید همونجا برین سراغ تنظیم کردن افش. برای اینکه با گوشی آیفونمون بهترین فیلم برداری و بهترین کیفیت رو داشته باشیم، مهمترین چیز تنظیماتشه. بریم توی ستینگ که ببینیم بهترین تنظیمات رو چجوری بعد انجام بدیم که بتونیم بهترین کیفیت فیلم برداری رو با آیفون داشته باشیم. توی تنظیمات دوربینمون فرمت رو میذاریم روی های افیشنسی. گزینه اپل پرو را رو روشن میکنیم و مطمئن میشیم که روی 48 مگاپیکسل باشه. توی قسمت ریکورد ویدیو 4K 24 فریم بر ثانیه رو انتخاب میکنیم. توی قسمت ریکورد اسلومو 1080x240 فریم بر ثانیه رو انتخاب میکنیم. توی قسمت ریکورد سینماتیک هم 4K 24 فریم بر ثانیه رو انتخاب میکنیم. وقتی هم روی سینماتیک فیلم برداری میکنید، اگر F رو کم کنید خودتون واضح‌تر و پشت سرتون تارتر میشه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر دوست داشتین برای دوستاتون بفرستید. کامنت یادتون نره تا یه ویدیو آموزشی دیگه. بای. میخوایم یاد بگیریم با گوشیمون از مدرکمون مثل شناسنامه، پاسپورت، کارت ملی یا هر چیز دیگه یه اسکن داشته باشیم که دیگه نیازی نباشه بریم بیرون و بگیم که برامون اسکن کنن مدارکمون. این کارو راحت با گوشیمون انجام بدیم. خب حالا فکر کنیم که این کتاب مدرک یا شناسنامه یا هر چیز دیگه منه.
جلد این کتاب رو میخوایم اسکن کنیم. این کار رو توی گوشی های آیفون میشه انجام داد و از قسمت نوت میریم که نوت رو با هم باز کنیم و از اون پایین عکس دوربین رو میبینیم. دوربین رو انتخاب کنید و میایم اسکن داکیومنت رو انتخاب میکنیم. حالا میتونه مدرکمون روی زمین باشه یا دستمون. نگهش میدارید و اسکن میشه و شما فقط کافیه سیو رو بزنید. حالا این مدرک ما توی نوت ما سیو شده. فقط کافیه که از اون بالا دان رو انتخاب کنید. حالا اگر که میخواین این مدرک اسکن شده رو برای دیگران بفرستین، برای جایی بفرستین یا پرینتش بگیرید، از اون بالا منو رو باز میکنید. میتونید برای هر کسی که خواستین توی واتساپ، تلگرام، ایمیل یا هر جایی که خواستین بفرستین و اگر گزینه پرینت رو انتخاب کنید، اگر نزدیک شما دستگاه پرینت باشه میتونید مستقیم چاپش کنید. گزینه بعدی هم که تو همین منو وجود داره سیو تو فایل. اگر که میخواین به صورت فایل پی دی اف داشته باشیدش، سیو تو فایل رو بزنید، توی هر جایی از حافظه گوشیتون که دوست داشتین سیوش کنید و به صورت فایل پی دی اف ازش استفاده کنید. دوستتون دارم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. بای. چطوری با دوربین سلفی گوشیمون عکس استودیویی بگیریم؟ گوشیمون از قسمت فوتو میریم روی قسمت پورتره. دستمون از پایین صفحه میکشیم بالا و استودیو لایت رو انتخاب میکنیم. بعد میریم تو قسمت تایمر و 3 ثانیه رو انتخاب میکنیم و میریم قسمت F رو میذاریم روی 2-8 که بک‌گراند تارتر و جذابتری داشته باشیم. اینجوری میشه که با دوربین گوشیمون عکسای استودیویی خیلی جذابی میگیریم. حتما این تنظیمات و روشی که گفتم رو برای عکاسی با دوربین سلفی گوشیتون امتحان کنی. یه طرفم بهتون میگم هر جا که حس کردین آنتن موبایلتون ضعیفه تقویتش کنید. توی گوشیمون کد دستوری مربع 3370 مربع رو میزنیم و وای میستیم تا آنتنمون تقویت یا بیشتر و کامل تر بشه. یه طرفاً میخوام بهتون یاد بدم که لازم نباشه برای هر پست اینستاگرام وایسیم یک عالمه هشتگ بنویسیم. این کاری که بهتون میگم انجام بدید و دو سوته یک عالمه هشتگ بذارید. توی تنظیمات گوشیمون بریم قسمت جنرال، کیبورد، تکست ریپلیسمنت رو انتخاب میکنیم و علامت مثبت رو میزنیم. توی قسمت فریز هشتگ هایی که از قبل یادداشت کردیم و میریم و کپی میکنیم و میاریم اونجا پیست میکنیم. توی شورتکات هم به صورت خلاصه یک کلمه رو می نویسیم که موقعی که خواستیم هشتگ ها رو وارد کنیم یادمون باشه و اون کلمه رو بیاریم. حالا وقتی دارین توی اینستاگرام پست می ذارید اون شورتکات رو وارد می کنید و تمام هشتگ هاتون میاد. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. تا یه آموزش و تکنیک و ترفند بعدی باش. دقت کردیم وقتی از خودمون سلفی میگیریم اون چیزی که توی دوربین میبینیم و داریم عکس میگیریم و اون چیزی که توی گالری میبینیم با هم فرق دارن و عکسمون چرخیده و همه چیز برعکس شده. خب میریم که از خودمون یه سلفی بگیریم و ببینیم دقیقا من دارم چی میگم. خب رو دوربین سلفی من از خودم یه عکس میگیرم و این تیر برق چوبی پشت سر من سمت چپه و حالا میریم توی گالری میبینیم که این تیر برق چوبی سمت راست ماه. حالا باید چیکار بکنیم که اون چیزی که توی دوربین میبینیم و اون چیزی که توی گالری داریم با هم یکی باشه؟ میریم تو قسمت سیتینگ یا همون تنظیمات، قسمت دوربین یعنی تنظیمات دوربینمون، کامرا، میرور فرانت کامرا رو روشن میکنیم و حالا میریم یه سلفی میگیریم. این سلفیمون که گرفتیم و اینم عکس واقعیمون که همون چیزیه که دقیقا توی دوربین دیدیم. تا یه آموزش دیگه بای. بریم که یاد بگیریم به موبایلمون بگیم ازمون عکس بگیره بدون اینکه بهش دست بزنیم و دکمه ای رو بزنیم و کار دیگه ای کنیم. Take my photo. خب بریم توی سیتینگ یا تنظیمات گوشیمون. قسمت accessibility، گزینه voice control و از اینجا customize command رو انتخاب میکنیم. Create new command یعنی میخواییم یه command جدید رو طراحی کنیم. مینویسیم take my photo یعنی از من یه عکس بگیر. از قسمت اکشن ران کاستومایز جستجر رو انتخاب میکنیم. حدوداً جای شاتری که دوربینمون قرار داره و میزنیم از همون عکس میگیره رو با دست اینجا بهش نشون میدیم. سیو رو میزنیم، میایم عقب، دوباره سیو رو میزنیم، میایم عقبتر، وایس کنترل رو اینجا آن میکنیم و میریم توی دوربینمون و هر وقت که بخواین از خودتون عکس بگیرین کافیه دوربین رو بگیرین سمت خودتون و بگین تک مای فوتو. به همین راحتی ازتون عکس میگیره. یه وقتی رفتیم یه جایی که نمیدونیم از قشنگیاش عکس بگیریم یا فیلم بگیریم،
من میخوام یه طرفم بهتون بگم که همزمان هم از یه جا یا از خودتون یا از محصولتون یا از هر چیزی با گوشیتون هم عکس بگیرین هم فیلم بگیرین. خیلی جالبه و خیلی کاربردی. مطمئنم که نمیدونستین. خب خیلی ساده است. خیلی خیلی ساده است. من قراره از این محصول یا مثلا مجسمه یا هر چیزی همزمان هم عکس بگیرم هم فیلم. میرم توی دوربین گوشیم، توی قسمت فوتو دستمو میکشم و میارم سمت راست. حالا داره از این محصول ما فیلم میگیره. اون بالا میبینید که داره ریکورد میشه و ثانیه ها میگذرن. و حالا اگه قراره همزمان عکسم بگیرم، فقط دستمو میزنم روی این کپچر سمت راستمون و میبینید که الان دارم هم فیلم میگیرم هم عکس. حالا اینجا توی گالری میبینیم که 6-7 تا عکس داریم و یک کلیپ. دقیقاً کاری که الان کردیم. امیدوارم که به درتون خورده باشه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. با بهتون توصیه میکنم با دوربین گوشی هاتون عکس لایو بگیرید. چرا؟ چون که عکس لایو 1.5 ثانیه بعد و قبل از اون تصویر رو برای شما سیو میکنه و عکس لایو رو میتونیم به صورت ویدیو هم ذخیره بکنیم. بریم ببینیم که چجوری میتونیم عکس لایو بگیریم و دقیقاً منظور من چیه. خب برای گرفتن عکس لایو وارد دوربینمون میشیم. دست راست اون بالا اون دایره رو یه بار بزنید، نوشته لایو آف، یعنی عکس لایو نمیگیره. یه بار دیگه بزنید لایو دوربینمون فعال میشه، یعنی عکس لایو میتونیم بگیریم. خب این یکی از عکسای لایو منه که توی سفر گرفتم، یعنی من کلا همه عکسامو به صورت لایو میگیرم. حالا اینجا این عکس رو که لایو گرفتم و میخوام چند ثانیه قبلتر یا چند ثانیه بعدترش هم ببینم که هر کدوم از اون فریم ها رو دوست داشتم برای خودم انتخاب کنم. میرم تو قسمت ادیت، این پایین گزینه رو میزنم و میام میبینم که خب قبل ترش اینجا خندیدم یا مثلا قدم بهتری برداشتم یا مثلا میخوام اینجا رو داشته باشم، تو دستم بازه و میک کی فوتو رو میزنم، یعنی این یه تیکه رو میخوام به صورت عکس و اون عکس لایف به این عکس لایف تبدیل شد، یعنی این قسمتش رو خواستم. یه کار دیگه که تو عکس لایف میتونین انجام بدید اینه که این منو رو باز میکنید و میایید از قسمت سیو از ویدیو، این عکسی که دارید رو به صورت یک کلیپ سیو میکنید، یعنی از اول تا آخرش 3 ثانیه به شما کلیپ میده. یه کار دیگه هم که با عکس لایو میشه کرد اینه که از این بالا رو گزینه لایو بزنید و لوپ رو انتخاب کنید. وقتی لوپ رو انتخاب میکنید روی عکستون یه حالت بومرنگ تور میده، یه افکت تصویری میده. گزینه بعدی باونس رو انتخاب میکنید، به این صورت ببینید که عکستون رو این افکت روش داد. و گزینه بعدی لانگ اکسپوژر برای جاهای خوبه که دریا وجود داره یا ماشینا دارن رد میشن که مسیر ماشین و دریا رو براتون خیلی خوشگل نشون بده. اینم از تمام توضیحات من در مورد عکس لایو گرفتن. وقتی گزینه لایو رو توی دوربینتون دارین حتما آنش بکنید، ازش استفاده کنید، عکسای خوشگل بگیرید. دیگه نگران این که تو عکستون پلک زدیم و عکستون خراب شده نباشید، چون میتونید برگردید به چند ثانیه قبل یا چند ثانیه بعد و اون قسمتی که دوست دارید رو برای خودتون انتخاب کنید. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. کامنت یادتون نره، سیوش کنید، برای دوستاتون بفرستید. تا یه آموزش دیگه، بای. آقا یه روش برای اینکه موقع فیلم برداری با موبایلمون هیچ لرزشی تو فیلممون نباشه، یه فیلم صاف و خیلی خوشگل داشته باشیم. بعد چیکار کنیم؟ بیایم بهتون بگم. توی دوربین گوشیمون توی قسمت ویدیو اون بالا میبینیم که عکس یک آقایی هست که توی یک دایره است و انگار که داره میدوه. اون رو روشن میکنیم، اکشن مود روشن میشه و الان شروع میکنیم فیلم برداری. میتونیم بدویم، میتونیم تو حرکت باشین، کلی فیلمای سری بگیریم ولی بدون لرزش. خودتو استیکر کن بفرست برای دوستت. چطوری؟ بیاد بگم. توی گالریمون روی عکسی که دوست داریم دستمون رو نگه می‌داریم، می‌بینیم که عکسمون از زمینه جدا شد. همچنان با این دست عکس رو نگه داشتیم. از برنامه گالری میایم بیرون، میریم توی واتساپ. اینجا دستمون رو ول می‌کنیم، می‌بینیم که استیکرمون داره ارسال میشه. سن رو میزنیم. این کارو میتونید توی آی مسیج، توی واتساپ و تلگرام انجام بدین و استیکرتون رو برای هر کی دوست دارین ارسال کنین. حواستون هست وقتی دارین یه عکس برای یه نفر میفرستین کلی دیگه اطلاعات دارین براش ارسال میکنین. مطمئن نمیان نمیدونستین یا اصلا بهش دقت نمیکردین. خب شما مثلا این عکس برای یه نفر فرستادین، وقتی که علامت آی رو انتخاب بکنه میاد اینجا چه روزی چه ساعتی و توی چه لوکیشنی این عکس گرفته شده و تمام این اطلاعات برای اون شخص فرستاده میشه که مهمترینش لوکیشنه. حالا چجوری لوکیشن رو آف کنیم؟ این فلش این پایین رو انتخاب میکنیم، از گزینه آپشن لوکیشن رو خاموش میکنیم، دان و بعد عکسمون رو میتونیم براش ارسال کنیم. یادت نره لوکیشن تو از همه چی مهمتره. اینو بفرست برای اونایی که عکس زیاد میگیرن و از عکساشون زیاد استفاده میکنن. رفتید جای جذاب و دلتون میخواد یه عکس زیبا از اونجا بگیرید، بهتره کلا برای عکس جذاب تر گرفتن از سوژه دور بشین.
از لنز 2X یا 3X استفاده کنید و اینجوری هم سوژه هم بک‌گراند یه جور خیلی جذاب تو عکس دیده میشن. اگه دوست داری با آیفونت عکست خوشگل ادیت کنی و این عکس رو به این عکس تبدیل کنی، توی گالری میریم قسمت ادیت. از قسمت فیلترها ویوید رو انتخاب میکنیم. بعد اکسپوژر رو میذاریم روی 100، بریلیانس 100، هایلایت منفی 100، شادو منفی 12، کانتراست منفی 5، برایتنس 20، بلک پوینت منفی 18، سچوریشن 15، وایبرنس 40، وارمس منفی 50، وینیت رو میذاریم روی 100 و برمیگردیم اکسپوژر رو میذاریم روی منفی 20. بعد از اینکه ادیت ما تموم شد میتونید از اون بالا سه نقطه رو انتخاب کنید، کپی ادیت رو انتخاب کنید و برید همین ادیت رو هر عکسی که دوست دارین پیست کنید و تمام عکستون رو همینطوری به همین راحتی ادیت کنید. اگر شما گوشی آیفون داری باید این ترفندی که میگم رو بلد باشین. از توی گالریمون عکسایی که قراره بک‌گراندشون رو حذف کنیم رو انتخاب میکنیم. از این گزینه عکس‌ها رو میفرستیم و توی فایلمون سیو میکنیم. میریم توی قسمت فایل و میبینیم عکسایی که سیو کردیم توی فایل اومدن توی فایلمون هستن. از این قسمت سلکت رو میزنیم و تمام عکس‌ها رو انتخاب میکنیم. از این پایین ریموو بک‌گراند رو میزنیم و چند ثانیه صبر میکنیم که بک‌گراند تمام عکسامون حذف بشه. اینم از عکسای بدون بک‌گراندمون. یه آپدیت جدید برای گالری گوشیمون اومده که خیلی مفیده. بهمون کمک میکنه که یه مقدار خیلی زیادی از حافظه‌مون رو خالی کنیم. خب میریم توی گالریمون، تو قسمت آلبوم تا پایین میریم و دوپلیکیت رو انتخاب میکنیم. میبینیم که یه سری از عکسامون هستن که توی گوشیمون از هر کدوم دوتا هست. خب فقط کافیه که مرج رو بزنیم و از دوتا عکس یکیش رو پاک میکنه و اون یکی رو نگه میداره. تمام این عکسایی که دوتا ازشون دارید رو مرج کنید و با این کار کلی از حافظه اشغال شده گوشیتون رو پاک کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. بای. یه ترفند ادیت بهتون یاد میدم که حتما امتحانش کنید. عکستون رو به این روشی که من میگم ادیت بکنید، قبل و بعد رو ببینید، خودتون باورتون نمیشه. توی گالریمون میریم قسمت ادیت. اکسپوژر رو میذاریم روی 100، بریلیانس 70، هایلایتس منفی 24، شادوز 82، کانتراست منفی 40، برایتنس منفی 13، بلک پوینت 5، سچوریشن 11، وایبرنس 50، وارمس منفی 12، تینت 10، شارپنس 17، و برمیگردیم و اکسپوژر رو میذاریم روی 0. به روشی که بهتون گفتم عکساتون رو درست کنید، برای من توی دایرکت بفرستید ببینم و با هم کیف کنیم. بای.